سفر جنجالی لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی به عربستان همچنان خبرساز شده. ادعا شده بود که چون بارسلونا از نظر مالی برای بازگرداندن مسی با مشکل مواجه شده، به خاطر همین الهلال به جذب مسی نزدیکتر شده و حاضره تا بالاترین دستمزد رو به اون پرداخت کنه. رونالدو هم به احتمال حضور مسی در الهلال واکنش نشون داده و به رئیس باشگاه النصر گفته در صورت پیوستن مسی به الهلال لیگ عربستان رو ترک میکنه، چرا که الهلال با مسی بسیار قوی میشه و در همه رقابت‌ها شانس اول قهرمانی خواهد داشت. الهلال پرمهره‌ترین تیم عربستانی هست که هم اکنون در فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور و این شانس رو داره که برای دومین دوره پیاپی قهرمان این رقابت‌ها بشه. این در حالی هستش که النصر حسرت قهرمانی در این رقابت بزرگ رو داره. ولی انگار قضیه یه چیز دیگه است و سفر مسی به همراه خانوادش به ریاض بدون اجازه باشگاه پاری سن ژرمن در راستای تبلیغ این فوق ستاره از کشور عربستان در زمینه توریستی هست و مذاکره مسی با الهلال برای امضای قرارداد با این باشگاه سعودی شایعه بوده. مسی چند ماه پیش قرارداد بلند مدت با دولت عربستان امضا کرد تا به عنوان سفیر این کشور در زمینه توریستی فعالیت کنه. رسانه‌های فرانسه شب گذشته از محرومیت دو هفته مسی به خاطر سفر به این کشور عربی خبر دادن. یعنی مسی برای مدت دو هفته از تمرینات و تیم کنار گذاشته میشه و دستمزد دو هفته این بازیکن بهش پرداخت نمیشه که حدود بیش از 72 میلیارده. در نتیجه سفر سیاحتی مسی به عربستان ضرر هنگفتی برای این ابرستاره آرژانتینی داشته. همراهان کانال مدیا تیوی، اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما برام کامنت کنید.